سلام، به لایومون خوش اومدین. صدامو دارین؟ صدام خوبه؟ همونطور که قرار بود لایومون با موضوع علم شبکه هستش و مهمونمون هم تا چند دقیقه دیگه بهمون میپیوندن. الان آقای عباس ریزی خودشون میان و کاملا توضیح میدن که علم شبکه چی هست و موضوعش و کلا چه چیزایی راجبش میدونن رو بهمون میگن. یکم بعد دیگه میان، 5 دقیقه. الان جای ثابتی قرار دادم. کلن وقتی میگیم علم شبکه منظورمون یه چیز کلیه، مثل علم فیزیک یا علم ریاضی که توی خیلی چیزا کاربرد داره، ولی الان خودشون میان کامل تر توضیح میدن. خیلی خوب، مهمونمون آمادن. علیکم. سلام، خوب هستیم؟ ممنون شما، مرسی. خیلی ممنون که لایو ما رو پذیرفتیم. ممنون شما، صدای من خوبه؟ بله، من صداتون رو دارم. من در خدمت شما. خیلی خوب، من یه سری سوالات کلی حاضر کردم که ازتون میپرسن و دوستانمون هم خیلی مشتاق بودن و یه سری سوالا دارن که اونا هم میپرسن ازتون. اول از همه خودتون رو به همون معرفی کنین و اسمتون و حرفتون رو تا بقیه هم که احتمال داره نشناسم متوجه بشن. من عباس ریزی هستم، لیسانس ورودی
91 فیزیک بهشتی بودم، فوق لیسانس هم همونجا گرفتم. توی لیسانس سالهای آخر علاقه من شده بودم به فیزیک حالت جامد و بعدش از فیزیک حالت جامد علاقه من شدم به سیستم های پیچیده. برای همین توی بهشتی ما یه گرایشی داریم به اسم سیستم های پیچیده که شما توی فوق لیسانس میتونید از اول مستقیم برید سراغش. نمیدونم الان دقیقا اسمش چیه توی دفترچه انتخاب رشته، ولی فیزیک سیستم پیچیده است. فوق لیسانس هم که اونجا تموم شد، کاری که اون موقع میکردم سمت استنباط شبکه های پیچیده بود و منظور از استنباط اینفرنس، یعنی شما یه داده‌ای دارید و از دل یه داده‌ای میخواید یک ساختاری رو بکشید بیرون و خب داده نویز داره و همه چیز سرتمیز اونجا نیست. و سوالی که ما دنبال میکردیم این بود که اگر یک سری ژن در حال برهمکنش با هم باشن، اگر بتونیم شبکه برهمکنشی اینها رو بفهمیم، اون موقع از روی این شبکه میشه چه چیزایی متوجه شد. چون ما علاقه مندیم رفتار جمعی مثلا یک سری ژن رو بفهمیم. اون موقع سوال جدی که من دنبال حلش بودم این بود که چجوری میشه از دل یه دادهی که بهش میگن داده تنظیم ژن، داده بیان ژن، این شبکه رو استخراج کرد. بعدش واسه دکترا اومدم دانشگاه آلتو توی فنلاند، الان توی دپارتمان علوم کامپیوتر هستم. سال دوم دکترام تمام شده، الان سال سومم تقریبا. کاری که اینجا میکنم به طور خاص متمرکز روی شبکه های پیچیده و تمرکزم بیشتر روی فرایندهای پخش بیماریه. و کارهایی هم که اخیرا انجام دادم بیشتر متمرکزن روی مدل سازی بیماری ها وقتی که یک سری مداخله داریم. مثلا واکسن یه نوع مداخله است، روش های دیگه هستن که شما میتونید جلوی بیماری رو بگیرید. و خلاصه که این بسیار عالی. اسم بند رشتتون و اینکه شما چطوری بهش علاقه مند شدین رو میشه برامون بگین؟ اسم دقیق یه ذره مثل اینه که مثلا شما میگید فیزیک، من به فیزیک علاقه مندم، بعد یکی ممکنه پرسید خب کجا این فیزیک؟ بعد یه سری از شاخه ها هستن توی فیزیکی تقریبا اینا شاخه های تعریف شده ایم. مثلا وقتی شما میگید فیزیک انرژی بالا، خب یه تعریف معقولی داره، از قدیم بوده. توی فیزیک خیلی وقته که این مفهوم یا این عبارت جا افتاده که ما سراغ یه سری سیستم ها میریم که اصطلاحاً پیچیده هستن. برای همین به طور کلی میشه گفت سیستم های پیچیده، و بخشی از سیستم های پیچیده میشه بگی زیر گرایشی از سیستم های پیچیده، چیزی که بهش میگن شبکه های پیچیده یا حالا علم شبکه، نتورک ساینس یا کامپلکس نتورکس. ولی خب اینم یه اسم خیلی کلیه، باز میشه مثلا تقسیم بندیش کرد به چیزهای مختلف. اینکه من چجوری علاقه من شدم، حقیقت این بود که من خیلی اولش مثل خیلی از آدم ها وقتی اومدم فیزیک، عشق این چیزای قلمبه سلمبه بودم، مثلا چیزای کوانتومی، مثل فیزیک هسته‌ای، مثل نسبیت اینها. و به نظرم شانس اینو داشتم که توی لیسانس تقریبا هر گرایشی که دوست داشتم و امتحان کنم، به خاطر اینکه من خیلی زود متوجه شدم که درسایی که تو دانشگاه ارائه میشه میتونه خسته کننده باشه. بس همین شروع کردم ویدیوهای آنلاین و کلاسهای آنلاین رو دنبال کردن. برای همین تقریبا توی لیسانس از هر گرایشی حداقل یکی درس مثلا جدی گذروندم. مثلا شما اگر دوست دارید اپتیک بخونید، باید یه درس اپتیک بگذرونید. اگر دوست دارید ذرات بنیادی بخونید، باید حداقل درس مقدمه بر ذرات بنیادی یه جایی ببینید. اگر نسبیت دوست دارید، باید یه دونه کورس مثلا نسبیت خاص اون بگذرونید. من تقریبا این کارو کردم و هر سالم توی فیزیک هی علاقم جا به جا میشد. اول خیلی علاقه من بودم به کیهان شناسی، بعد علاقه من شدم به فیزیک ذرات، بعد کم 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 علاقم رفت به سمت فیزیک آماری و فیزیک ماده چگال. اونجا با یه سری مسئله آشنا شدم که فهمیدم اون چیزی که من خیلی خوشم میاد
اون چیزی که دیگه بهش میگن فیزیک سیستم های پیچیده و مسئله های ساده. یکی از اون مسئله فرکتال ها بود، اینکه شما فرکتال رو به عنوان ساختار ریاضی جالب میبینید، میتونید راجبش حرف بزنید. از اون طرف میبینید که فرکتال رو توی طبیعت پیدا میشه کرد، مثلا وقتی دارید یک سطحی و اصطلاحا رشد میدید توی آزمایشگاه، زبری این سطح ربط پیدا میکنه به فرکتال. بعد یک کمی بیشتر راجبه مثلا بازارهای مالی میخونید، یک کمی راجبه شبکه های دنیای زیست میخونید، بعد میبینید که باز اینا هم یک جوری ربط دارن به این فرکتال ها. برای من همیشه این ارتباط های این شکلی جالب بود، این فرکتال یه ساختار انتزاعی ریاضی که سر و کلش توی طبیعت پیدا میشه، یا اینکه یه فرمول که توی فیزیک داره کار میکنه میبینید توی اقتصادم کار میکنه. اصطلاحا هم به اینا میگن جهان شمولی یا یونیورسالیتی. این شد که علاقه من شدم، و خب چون توی گروه فیزیک آماری دانشگاه بهشت آدم هایی بودن که روی این مسئله ها هم کار میکردن، خب قاعدتا من رفتم سمت شبکه های پیچیده. ولی به نظرم این چیز مهمیه که آدم هایی که دانشجو لیسانسن تا جایی که میشه چیزهای مختلف رو تست کنن که ببینن در نهایت علاقه شون کجاست. من کماکان به همه گرایش های فیزیک علاقه دارم، ولی از یه جایی به بعد که سن آدم میره بالا مجبور میشه که یه جای خاص خودش رو محدود کنه، و من انتخابم این بود که سیستم های پیچیده اون جایی که من میخوام قرار بگیرم. بسیار عالی. یه هدف اصلی از این گرایش و پرسش های اصلی که تو این گرایش پرسیده میشه متخصصان میپرسن چیا هستن؟ ببینید من راستش قدم اونقدر بلند نیست که به این سوال بتونم جواب بدم، یه چیزای کلی میتونم بگم. مثلا ببینید هدف از فیزیک چیه؟ هدف از فیزیک اینه که ما یه سری سوال برامون پیش میاد، میگردیم تا جایی که میتونیم جواب براش پیدا کنیم. این هدف کلی فیزیک به عنوان نچرال ساینس. یعنی ما یه چیزی رو میبینیم تو دنیای واقعی، دنبال اینیم که یه ساز و کار پیدا کنیم توجیهش کنیم. قدیم ترا اینجوری بود که مردم وقت داشتن، هوا آلوده نبوده، چه میدونم، میخوابیدن رو پشتمون، آسمون رو نگاه میکردن، براشون سوال پیش میدن ستاره چه جوری میچرخن، ما کجاییم اینها. بعد کم کم شروع کردن مشاهدات دقیق تر کردن، از دل مشاهدات مدل ریاضی ساختن، بعد کلی فیزیک از توش اومد بیرون. الان هم تقریبا همینه، ما نگاه میکنیم به طبیعت، یه سوال برامون پیش میاد و دوست داریم اینو یه جوری بتونیم حلش کنیم. مثلا سوالی که من الان خیلی جدی درگیرش هستم، سوال خیلی ساده ایه، اینه که یک مفهومی وجود داره اسم ایمنی جمعی، و ایمنی جمعی اینه که اگر شما یه جامعه رو واکسینه کنید، یا اینکه اگر یه آدمی مریض بشه و بعد خوب بشه و ایمن بمونه، اون موقع اگر یه مقدار خاصی از اون جامعه به واسطه واکسن یا به واسطه بیماری آلوده بشن، توی جامعه چیزی پیدا میشه اسم ایمنی جمعی. یعنی اگر شما 70% مردم رو ایمن کنید، اتوماتیک این ایمنی برای کل آدم ها قابل تعمیمه. اینو از قدیم بوده یه جورایی میدونیم، ولی سوال اینه که خب این 70% مثلا از کجا میاد، این عدد چه جوری میشه پیدا کرد. من دوست دارم بگردم ببینم که این عدد به چه چیزایی وابستگی داره، و این هدف من. هدف من یعنی من و آدمایی که روی این مسئله های اپیدمی کار میکنه. یه نفر دیگه ممکنه یه سوالی بپرسه که بازارهای مالی رو میخواد نگاه کنه، ببینه که به طور متوسطی شرکت بعد از 5 سال ضرر میکنه یا نه. یک نفری میخواد ببینه رفتار یه سلول توی یه شرایط خاص چه شکلیه. سوالها از جنس سوالهای کلیه. نمیتونه شما توی فیزیک میتونید بگید که من دنبال اینم یه مدلی ارائه کنم که گرانش رو خوب توصیف کنه. توی سیستم های پیچیده ما راجبه یه سری دیگه از مسائل که عموماً انگار از فیزیک هم یه سری دورن سوال میکنی. بیشتر از این راستش نمیتونم چیز بگم، قد و قوارم اونقدر بلند نیست. پس زندگی روزمرمون خیلی درگیره میدونیم، یعنی بله بله، یکی از ویژگی‌های سیستم های پیچیده اینه که عمر راجع به مسائلیه که خیلی به زندگی روزمره نزدیکه. مثلا یه سوال خیلی جدی اینه که فرض کنید که شما شهردار یه شهر هستی و میخواید این چراغای راهنمای رانندگی رو یه جوری تنظیم کنید که کمترین ترافیک رو توی شهر داشته باشید. این مسئله ساده ای نیست اصلا.
الان اینجوری که یه سرباز میذاریم پای یه تیر چراغ برق، این خاموش میکنه، روشن میکنه، اینو تغییر میده. ولی در عمل چون ترافیک یک مفهوم بزرگ مقیاسه و به طور موضعی نباید کنترل بشه، شما از دور دارید به این مسئله نگاه میکنید و میخواید دنبال یه راه حلی باشید که کمترین ترافیک رو داشته باشید. و اصلا این مفهوم فیزیکس آف سیتیز این روزا خیلی مهم شده که چطوری میشه یک شهری رو ساخت که یک چیزهایی توش همزمان بهینه بشه. چون ویژگی جالبی که توی سیستم‌های پیچیده معمولاً هست اینه که این سیستم‌ها همزمان چند تا چیزو با هم بهینه می‌کنه. در صورتی که آدم‌ها هر موقع اومدن این چیزیو ساختن، نهایتش می‌تونن یه چیز یا دو تا چیزو با هم بهینه کنن. مثلا راجع به مغز ما یک گفتمان خیلی جدی وجود داره که به نظر میاد مغز ما خیلی چیزا رو همزمان داره بهینه می‌کنه. یعنی اولا انرژی کمی مصرف می‌کنه، دوما اینکه حافظه توش خیلی جدیه، سوم که یه سری محاسبات رو انجام میده. و این خیلی جالبه که یک سیستمی میتونه همزمان چیزهای مختلف رو اپتیمایز کنه. برای همینه که سیستم‌های پیچیده شاید به این تعبیر خیلی به زندگی روزمره ما نزدیک باشه. دو تا از دوستانمون دو تا سوال پرسیدن. یکی پرسیده که میشه بپرسیم علم شبکه چه تأثیری در مهار شیوع بیماری‌های مثل کرونا میتونه داشته باشه؟ ببینید مسئله مدل سازی. مسئله اینه که شما به عنوان کسی که دو تا چهار تا ریاضی بلدید میخواید بشینید فکر کنید که خب این بیماری چه شکلی رشد پیدا میکنه و با چه شکلی. منظور اینه که اگر روز اول 10 نفر مریضن، میخواید ببینید روز پنجم چند نفر مریض. این یه سواله. یه سواله چند نفر میرن بیمارستان، یه سواله که چند نفر میمیرن. و این الگوه مهمه. مثلا شما همتون توی درسایی مثل معادلات دیفرانسیل یه سری مسئله ساده دارید که نمیدونم یه جای یه سری خرگوش زندگی میکنن، یه سری گرگ هم زندگی میکنن، بعد این خرگوش ها با یه نرخی زاد و ولد میکنن، همینطور این گرگ ها با یه نرخی، بعد این گرگ ها میرن این خرگوش ها رو میخورن. بعد شما میخواییم ببینید که آیا در نهایت این خرگوش ها منقرض میشن یا نه. تا مسئله های پیچیده تر که مثلا شما یه سری معادله شیمیایی داری که آقا ماده آ با ماده بی ترکیب میشه، در نهایت ماده سی و دی رو میده. اون موقع شما میخواید ببینید که این اصطلاح معادلات پخش چجوری حاکمه بر این فضای شیمی که شما دارید. اما مثلا که وقتی میاد به این مسئله های اپیدمی و اینها نگاه میکنید، یه سری پیچیدگی وجود داره و پیچیدگیش به این خاطره که نوع تعامل آدم ها با هم یک چیزی رو میسازه به اسم شبکه های اجتماعی. به این معنی که اگر شما هر آدمی رو یه دونه نقطه در نظر بگیرید و هر آدم دیگه که با این آدم یک برهم کنش داره، یعنی مثلا تماس فیزیکی داره، داره با هم صحبت میکنه، بعد این برهم کنش رو اینجوری با یه خط بین این دوتا نشون بدید، اون موقع یک موجود ریاضی ساخته میشه به اسم گراف که رؤوس این گراف آدم ها هستن و وجود یک یال بین دور است، یعنی این دوتا آدم رو هم برهم کنش داره. موقع این گراف از لحاظ ریاضی خواصی داره که یک کمی نابدیهیه، یعنی اونقدر تصادفی نیست، ولی اون چیزایش که تصادفی نیستم آسون نیست بفهمیمشون. یعنی نه سیستم اونقدر منظمه، نه سیستم اونقدر نامنظم، یه چیزی اون وسط مسطا. بعد حالا اینکه این وسط مسطا رو دقیق بفهمیم ربط خیلی جدی داره به سرعت مثلا رشد بیماری توی جامعه، یعنی به طور جدی اینا اثر میذاره روی این مسائل. مثلا اگر شما میخواید اپیدمی رو مدل کنید، باید خیلی خوب درک داشته باشید که اون اصطلاحاً فضایی که بیماری داره رشد پیدا میکنه دقیقاً چه شکلیه. چون شما میخواید یه معادل ریاضی رو در نهایت روی چیزی حل کنید دیگه، باید بدونید رو چی دارید حل میکنید. یه سوال برام پیش اومده بود، این که تکنولوژیمون هر چقدر که پیشرفت میکنه سیستم‌های مدل سازیمون هم بهتر میشه، این چه تأثیری روی کار شما داره، روی رشته شما میذاره؟ به نظر من سه جور تأثیر داره. یه تأثیرش اینه که تکنولوژی پیشرفت میکنه، من راحت تر میتونم سفر کنم از یه جای به جای دیگه، واسه همین زندگی من راحت میشه. این یکی. یکیش اینه که یا از اون طرف مثلا شبکه های اجتماعی پیدا میشن، وقت بیشتر از من تلف میکنن یا کمک میکنن. اما به طور خاص یکیش مسئله قدرت پردازشه که خب کامپیوترهای بهتری پیش میاد و ما هم تقریبا هر کاری میکنیم با کامپیوتره، پس اگر من کامپیوتر بهتری داشته باشم میتونم
پردازش بیشتری بکنم، واسه همین خیلی کار راحت تر انجام میشه. یا از اون طرف چون با داده های بزرگ سر و کار داریم، میتونم داده های بیشتری رو یه جایی نگه دارم، واسه همین کمک میکنه به هم. یه جور دیگه هم که کمک میکنه اینه که ما ابزارهای جدید میسازیم و این ابزارها میتونن به ما کمک کنن و ما میتونیم ابزارها رو مدل کنیم. مثلا یه چیزی که من خودم هم روش کار کردم این مدت، توی ایران جدی کسی نگرفتش ولی تقریبا همه جای دنیا این خیلی رایج شد، و این بود که اومدن روی گوشی ها یه برنامه ساختن، یه اپی درست کردن به اسم اپ کانتکت تریسینگ، رهگیری تماس. شما یه اپی نصب کردید رو گوشیتون و کار این اپ ها این بود که به کمک بلوتوس، همینجور که شما تو شهر دارید میاد رفت و آمد میکنید، هر موقع شما از یه فاصله بیشتر به یه آدم دیگه نزدیک میشدید، این دوتا اپ همدیگه رو میدیدن و این کانکشن بین شما سیو میشد. میگو آقا آدمی در لحظه فلان با یه آدم دیگه در لحظه بهمان اینا در تماس بودن و این شبکه تماس آدم ها وقتی ذخیره میشد، این یه نکته مثبتی داشت و این بود که اگر مثلا شما امروز رفته بودید پاساژ گشته بودید، بعد فرداش فهمیدید مریض شدید، تست کووید میدادید مثبت میشد، این اپ اتوماتیک به همه آدمایی که باش در تماس بودین این نوتیفیکیشن رو میفرستاد که فلانی تو با یه آدمی که نمیدونی کجا در تماس بودی و احتمال زیاد تو هم آلوده به این ویروسی، پس برو تست بده یا خودتو قرنطینه کن. وجود این تکنولوژی به ما کمک میکنه که از یک سری آلودگی های ثانویه جلوگیری کنیم، به خاطر اینکه آدم زود متوجه میشه. و خب حالا وقتی من این مکانیزم جدید و واسه مثلا اولین بار دارم توی کنترل اپیدمی، خب باید اینم بیام مدلش کنم، بیام ببینم خب در تئوری چجوری این داره کار میکنه، چون بالاخره این یه چیز جدیده دیگه، منم باید فکر کنم یه مدلی بسازم ببینم چقدر در نهایت کاربرد داره. یا اگر شما دولتی هستید که میخواید سرمایه گذاری کنید روی همچین پروژه‌ای، میخواید ببینید که چقدر بازده داره و برای اینکه یه حداقل تخمین بزنید از بازده همچین فرآیندی، باید حداقل یه مدل سازی ریاضی کنید و بعد اگر دیتای وجود داشت با دیتا بسنجید. برای همین خاطر که تکنولوژی خیلی وقت این شکلی زندگی ما رو عوض می‌کنه، یعنی میاد زندگی روزمره رو عوض میکنه و دانشمندم متاثر از زندگی روزمره. همون جور که الان نصف این بچهای منجم عشق میکنن جیمز وب رفته بالا دیتای بهتری میده، خب معلومه دیگه، چه میدونم سرن رو آپگرید میکنن، میبرنش به انرژی بالاتر، بعد هیگز رو کشف میکنه و پشت این هم یک عالم مهندسی و فیزیک نشسته. بسیار عالی. تغییر بین این 100 سالی که گذشته، 100 سال یعنی طی این 100 سال گذشتمون، میشه بگین رشتتون چقدر تغییر کرده و چه چیزایی عوض شده توش؟ وا راستش کلا رشته ما بعید میدونم بیشتر از 20 سال سنش باشه و قبل‌تر از اون 100 سال خیلی بازه زیادیه واسه اینجور مسائل، چون شما 100 سال گذشته میشه کی، مثلا میشه 1000 و مثلا الان 2020 میشه 1920 اینا، نه بله. این دقیقا زمانیه که مکانیک کوانتومی و نسبیت داشتن جا میافتادن و همزمان فیزیک آماده داشته توسعه پیدا میکرده. برای همین از اون موقعی که میشه بگه از اون موقعی که اینشتین مثلا اون مقاله معروف حرکت برانیو نوشته و بعد تمام پیشرفتایی که تو فیزیک ماده چگال ایجاد شده، همه اینا یکی پس از دیگری اومده تا امروز. واسه همین این 100 ساله تا یه بخش زیادی از تغییرات ما مربوط میشه به تغییرات توی فیزیک آماری، و توی این 20 سال گذشته میشه گفت به طور خاص مثلا شبکه ها خیلی مهم شدن، به قدری مهم شدن که اون آدم هایی که اون مقاله های اولیه رو روی علم شبکه دارن تعداد ارجاعات وحشتناکی دارن. مثلا یک مقاله خیلی معروف وجود داره به اسم مقاله‌ای که جهان‌های کوچک رو توصیف میکنه، مدل واتس استروگت، و شما ارجاعات اون مقاله رو که نگاه میکنید وحشتناک زیاده. برای همین احتمالاً توی 20 سال گذشته شبکه‌ها خیلی مؤثر بودن، خصوصا یک سری اتفاقات مهم مثل این مدل
جهان کوچک، مثل مدل های بی مقیاس و همین طور پیش اومده. و قاعدتا کامپیوترها خیلی کمک کردن این مدت، چون شبیه سازی های بزرگ مقیاس انجام شده و داده های زیاد. این داده خیلی مهمه. کنفرانس هایی که ما میریم بخش زیادش اینه که آقا یه دیتا ستی یه جای پیدا شده، ما اومدیم روش یه کاری کرد. قدیم اینقدر دیتا ست نبود. پس بکنم کامپیوتر کوانتومی خیلی به کارتون کمک کنه اگه ساخته بشن. قاعدتاً چیزهای جالبی به نظر میرسند، ولی راستش من خیلی کم میدونم راجع به کامپیوتر کوانتومی. چیزی که مشخصه اینه که قاعدتاً کمک زیادی به پردازش میکنن، ولی من نمیدونم چه شکلی، ولی حتما چیز جالبی خواهد. توی ایران و توی مقطع کارشناسی چه درسایی رو که علاقه کسایی که علاقه مندن باید پیگیر بشن، درست و مرتب بخونن؟ ببین من کمی آدم سنتی هستم توی این مسائل. اولین حرفم اینه که کسی که دانشجو لیسانس باید همه درساش رو خیلی خوب بلد باشه. منظورم درسای عمومی و معارف و اینا نیست، منظورم درسایی که تو فیزیک میخونه، یا اگر رشتهش کامپیوتر یا اگر رشتهش ریاضیه، هر چیزی که ارائه میشه باید خیلی خوب بلد باشه، چون اینا الف بای کاره و اگه کسی میخواد زیر بارش در بره به نظر شما. ببینید کاری که من میکنم نه کوانتومیه نه نسبیتی، من هیچ چیزی ربطی به این دوتا نداره، ولی به نظرم دونستن کوانتوم خیلی جابم کمک کرده، نه مستقیم ولی غیر مستقیم. برای همه اولین که توصیه اینه که خواهشن خودتون رو گول نزنید اگر دانشجو لیسانس، همین چیز رو یاد بگیرید. بعد به طور خاص درس ترمودینامیک و فیزیک آماری رو باید خیلی خوب بلد باشید. این حداقل چیزی که از فیزیک میاد، چون توی فیزیک متاسفانه سری درس‌های ارائه نمیشه. مثلا شما فیزیک آماری برمی‌دارید بدون اینکه قبلش درس آماری احتمال گذرونده باشید. برای همین با آدم‌ها پیشنهاد می‌کنم یه درس فیزیک و آمار رو، درس آمار رو احتمال بگذرونید. حتما راجع به این چیز مفصل توی سیت بر نوشتم، آدم‌ها می‌تونن ببینن. مضاف بر این که برنامه‌نویسی یک چیز مهمه، آدما باید خوب کد بزنند و اینم ربطی به سیستم های پیچیده چندان نداره. تقریبا هر گرایش فیزیکی این روزا به شدت وابسته است. برای همین من با آدما توصیه میکنم یه زبان برنامه نویسی مثل پایتون یا سی پلاس پلاس رو خیلی خوب یاد بگیرن تو دوره لیسانس. تا جوان هستن زبان انگلیسی و زبان برنامه نویسی رو خیلی خوب یاد بگیرن. میشه یکمی از سختی این گرایش برامون بگین؟ چه جایی سخت زندگی شما رو چیا سخت کردن؟ ولی زندگی دانشجویی و زندگی دانشگاهی به طور کلی یه سری سختی داره. به طور کلی علم چیز سختیه. این چیزی نیست که هر چقدر شما عاشق باشید، زندگی علمی زندگی سختیه، چون علم فرایند کند و زمان بریه. شما توی علم راه میون بر ندارید و خیلی شانس یه جای موثره. شما این مسئله رو گاهی وقتا برمیدارید حل میکنید، بعد ممکنه اون مسئله به جایی برسه ممکنه نرسه و شما عمرتون رو گذاشتید روی اون. به همین خاطر زندگی علمی مثل بقیه جاها نیست. زندگی علمی چیز استارتاپی نیست و اون هیجان ها هم نداره. هیجان چیزای سریع، هیجان چیزای خفن خیلی کند پیش میره. تحقیق و پژوهش خیلی کند پیش میره، پر از سختیه، چون شما باید یه عالمه چیز رو تست کنید. این چیز کلیه که راجع به نظرم هر گرایشی از علم وجود داره. و از اون طرف هم بازار کار چیز مهمیه، چون اگر شما میخواید خودتون رو محدود به دانشگاه کنید رقابت زیاده، و از اون طرف هم حقوق رشته‌های حقوق آکادمیا به نسبت سنت اونقدر خوب نیست. برای همین برای بعضی ها میتونه این چیز جدی باشه. این چیزای کلیه. راجبه اینکه حالا شما اگر سیستم پیچیده بخونید چه سختی دارید، من راستش فکر نمی‌کنم سختیش بیشتر از کسی باشه که فیزیک ذرات میخونه، با این تفاوت که شاید ما بازار کارمون یه کمی بهتر باشه، چون ما به مسائل دنیای واقعی نزدیک‌تریم، شاید ما بتونیم راحت‌تر کار پیدا کنیم. ولی اینکه حالا چیز خاصی باشه که راجع به سیستم پیچیده، چرا، یه چیز خیلی اذیت میکنه و اون نفس بین رشته‌ای بودنه.
وقتی شما بین رشته ای هستید خیلی درد آور میشه مسیر یادگیری، به خاطر اینکه یادگیری هایی که وجود داره تهیه شدن برای یک سری جریان اصلی. یعنی شما از اول لیسانس فیزیک تا آخرش یه مش درس بهتون میدن که انتظارش نه یا شما کیهان شناس میشید یا ذرات بنیادی کار میشید یا یه چیزی که توی فیزیک پیوسته ریاضی پیوسته کار میکنه. شما از اولش بهتون حسابان یاد میدن، تهش هم حسابان پیشرفته تر بهتون یاد میدن، بعد ریاضی فیزیک هم که بهتون یاد میدن باز هم چیزایی که به درد فیزیک نظری میخوره، فیزیک نظری جریان اصلی. همونطوری گفتم کسی به شما آمار و احتمال یاد نمیده، بعد بهتون درس فیزیک آماری میدن، خب بعد مجبوری خود بری یاد بگید. کسی به شما درست برنامه نویسی یاد نمیده، بعد خود بری یاد بگید. برای همین یک بخش زیادی از آموزش شما توی دانشگاه نیست، یعنی توی اون برنامه درسی مشخص نیست، باید خودتون برید یاد بگیرید. بعد وارد ریسرچ میشید. اون موقع مثلا توی دوره فوق لیسانس کارم بین فیزیک و زیست شناسی بود و من هیچ چیز زیست شناسی بلد نبودم، خب مجبور بودم برم یه سری چیزای زیست شناسی یاد بگیرم و اون چیزایی که نیاز داشتم توی برنامه درسی ارائه نمیشه. من کماکان توی دوره فوق لیسانس هم باید کوانتوم پیشرفته و الکترودینامیک یاد میگرفتم، در صورتی که اون کسی که میخواست مثلا بره ذرات بنیادی بخونه داشت کوانتوم پیشرفته رو یاد میگیره، بعدش من نظریه میدان برمیداشت و همه اینا چیده شده بود برای اینکه اون آدم به راهش برسه، چون برنامه سنتیه. وقتی شما توی این رشته‌های بین رشته‌ای هستید، جایی که فضا اونقدر مشخص نیست که کدوم دانشکده باید مسئولیتش رو قبول کنه، از این چلنج ها دارید. و یه چلنج دیگه که به نظرم خیلی جدیه اینه که وقتی شما خودتون رو مقایسه میکنید با آدم‌هایی که تو جریان اصلی موندن، احساس میکنید که شما کمتر میفهمید. علتش اینه که شما کمتر میدونید. شما فکر کن 7 سال توی برنامه آموزشی لیسانس تا دکترا به درسایی رو یاد دادن که به درد فیزیک جریان اصلی خورده، و وقتی میای از این دور میشی نمیتونی با اون نرخ یاد بگیری. برای همین همیشه به عنوان کسی که توی بین رشته‌ای هستی میتونی این چالش رو داشته باشی که فکر کنی خنگ‌تر از دوستاتی، چون چالشات بیشتره، چیزایی که باید یاد بگیری بیشتره و کمتر هستن کسایی که بتونن به سوال تو جواب بدن. چون ممکنه تو یه چیزی رو نفهمی به این دلیل که تو پیش زمینت فیزیکه و اون کسی که میفهمه این مسئله رو پیش زمینش زیست شناسیه و زبان مشترک ندارید که به تو یاد بده. در صورتی که تو هر موقع داری انتگرال مسیر حل میکنی و نمیفهمی میری به یکی نشون میدی، فور بهت میگه. به نظرم این چیز مهمیه. و تو لول بعدیش هم اینه که وقتی شما آدمای مختلف میشینید کنارم و کار تحقیقاتی میکنید، زبان همون نفهمید خیلی سخته. یعنی شما داری با زیست شناس کار میکنی، تو یه چی میگی اون یه چی دیگه میگه و متقاعد شدن و همدما شدن کار سختی. به نظرم این قسمت سخت کار بین رشته ای. یه سوال دیگه دارم راجع به این که چه دانشگاهی توی ایران پیشرو هستن تو این زمینه یا چه پژوهشکده هایی پژوهش. فکر میکنم یه بار توی سایت دکتر جعفری یه لیستی از آدم هایی که توی سیستم پیچیده مشغولن کار میکردن گذاشته، ولی به طور کلی تا جایی که من میدونم دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه بهشتی، اینا توی تهران آدم دارن کار میکنن روش. دانشگاه تحصیلات تکمیلی زنجان دانشگاه خیلی خوبیه که فکر میکنم 3-4 نفر حداقل دارن که کار میکنن. بعد دانشگاه اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان میدونن، دانشگاه شیراز 2 استاد خیلی خوب داره. فکر میکنم تو تبریز یه نفری بود. اینایی که من میدونم راستش، یعنی من آدم ها رو یادم هست، ولی اینو آدم ها میتونن با سرچ ساده پیدا کنن، نگاه کنن به لیست هیئت علمی دانشگاه ها، ببینن هر آدمی توی کارنامه کاریش سمت چه موضوعاتی رفت. دانشگاه بوشهر هم فکر کنم یه نفر بود اگر هنوز اونجا باشه. بازار کارش توی ایران و خارج ایران چطوریه؟ یعنی بازار کارش بهتر از رشته‌های دیگه فیزیکه یا بدتره تو ایران؟ توی ایران که فکر نمی کنم کلا زیاد فرقی داشته باشه بازار کار علمی، چون داستان جذب توی ایران، جذب به هیئت علمی شدن داستان خیلی مثل همه چیز ایران که با بقیه جای دنیا فرق داره، جذب ما هم فرق داره.
خصوصا که ما هزار یه جور مشکل داریم. خارج از دانشگاه اینه که شما میرید وارد پروژه دیتا محور میشید و این حرفا، بعضی مؤسسات مالی ممکنه صداتون بزنن برای مشاوره اگر خیلی زوبته باشید، ولی این نیاز داره که شما مهارت های زیادی داشته باشید. یعنی من آدمایی میشناسم که فیزیک ذرات بنیادی خوندن ولی به قدری برنامه نویس خوبی هستن و خوب بلدن با داده کار کنن که رفتن جذب شرکتی شدن و کار دیتا میکنن. یا خیلی از دوستای من الان توی این تاکسی های اینترنتی دارن کار میکنن، نه به عنوان راننده، به عنوان اون کسی که اون پشت داره کار کامپیوتری میکنه. یا این شرکت هایی که خیلی زیاد اسمشون رو میشنویم توی تلویزیون، همه این اصلا بالاخره برنامه نویسی میخوان که دید بیشتر از یه برنامه نویس داشته باشن. برای همین اگر شما خوب درستو خونده باشی و فکر کردن درست رو یاد گرفته باشی و در کنارش برنامه نویس خوبی شده باشی، احتمالا همه جا کار برات هست. این حد اقلش. خارج یه ذره اوضاع باز متفاوت تره، چون فرصت های دانشگاهی بیشتره، شغل های دانشگاهی بیشتره. ما توی ایران کماکان دانشجوی دکترا بودن شغل حساب نمی‌کنیم، بچه محصل حسابش میکنیم که چه میدونم چشمش کور میخواست نیاد بیاد اینجا درس بخونه، ما پول یه بستنی بهش میدیم در نهایت ماهی. برای همین توی ایران دانش دکتر بودن شغل حساب نمیشه، خارج شغل حساب میشه. من حقوق میگیرم بابت کاری که میکنم اینجا و حقوقم حداقلای زندگیمو کامل را میندازه. برای همین این شغل اینجا از اونجا نیست، مضاف بر اینکه موقعیت های مختلفی توی اینجاها وجود داره. و اینکه شما اگر خوب کارتون رو بلد باشید، یک عالم شرکت هست که میتونید توی بخش تحقیق و توسعهشون برید یا کارهای مثلا صنعتی تر بکنید، مثلا جاهایی برید که مثلا یه عالم مراکزی اصلا کارهای مثلا. یه چیز خیلی ساده‌ای که ما توی آلتو شروع کردیم این بود که ما یک سری ساعت هوشمند دادیم به آدما ببندن رو دستشون و این ساعت دیتای سلامت آدم ها رو جمع میکنه، مثل ضربان قلب، مثل فعالیت های مختلف. و این داده وقتی جمع میشه یک سری آنالیز ما میتونیم بکنیم راجع به وضع سلامت این آدم ها با توجه به این دیتای زیادی که از کارمندهای دانشگاه طی مثلا 2 سال کرونا جمع شد. خب کسی که میخواد با این داده بازی کنه باید یه دانش خوبی داشته باشه و یک بینش خوبی داشته باشه. جاهایی که این پول ها هست که خرج این چیزا بشه، خب قاعدتا 4 تا آدم استخدام میکنه از این حوزه ها و خیلی چیز جدیه. توی ایران هم کم کم راه افتاده، مردم از این کارو میکنن. شرط پذیرش گرفتن از دانشگاه خارج از ایران چطوریه؟ که استقبال زیاد نسبت به بقیه رشته ها یا کمتره؟ راستش اینم از اون سوالاییه که یه کمی نمیشه بگی آره، نمیشه بگی نه. میشه بگی به طور کلی ظرفیت دانشگاه توی جذب دانش دکترا توی سری رشته ها هر چقدر رفته بیشتر شده. مثلا فیزیک نظری اگر شما نگاه کنید خصوصا توی آمریکا نسبت به چند سال پیش، مثلا ممکنه الان تعداد کمتری دانشجو بگیرن. مثلا چند نفر آدم میخوان بگیرن که بره نظریه ریسمان یاد بگیره. از اون طرف فیزیک بنیادی جایگاهش تو اروپا یکم انگار به نظر من بهتره. از اون طرف فیزیک کاربردی مثل فیزیکی مربوط به مسائل زیستی میشه یا مثلا مسائل نوروساینس میشه، خیلی این روزا تو بورس برای همه موقعیتاش زیاده. اما خب از اون طرف هم این چالش وجود داره که شما وقتی دارید فیزیک ذرات میخونید و میخواهید اپلای کنید برای دکترای فیزیک ذرات، فقط با کسایی رقابت میکنید که فیزیک ذرات خوندن. اما من وقتی قرار بیام اینجا با کسی که زیست شناسی خونده، فیزیک خونده، کامپیوتر خونده، ریاضی خونده و علاقه منده که بیاد اینجا، دارم رقابت میکنم. واسه همین درسته که پوزیشن های بیشتری وجود داره ولی متقاضیش هم انگار به نسبت بیشتره. و همه این حرف و حرف های مشاهدات منه، یعنی داده جدی که این چیزا رو مقایسه کنه ندارم. خصوصا اینکه همیشه هم اپلای کردن توی بین رشته یا سختی های متفاوتی داره. اینکه شما بخواید یه آدمی رو متقاعد کنید که به دردش میخورید کار سختی، چون زبان مشترک خیلی وقتا ندارید. دوستانمون چند تا سوال پرسیدن، من اونا رو یکی یکی ازتون بپرسم.
پرسیدم کدوم دانشگاه ها توی دنیا مثلا بیشتر روی این زمینه کار میکنن، وقتی میگید کدوم زمینه، من دانشگاه؟ دقیقا نمیدونم کدوم زمینه رو میگید، ولی نه منظور به من بگید سیستم های پیچیده، باز میگم کجای پیچیده. سیستم بله پیچیده، بگم شبکه های پیچیده، باز میگم کجای شبکه های پیچیده. من میتونم یه لیست از دانشگاه بگم، چندان مهم نیست. چیزی که توی مقطع حرفه‌ای و دکترا مهمه، دانشگاه دیگه نیست. من شما وقتی میخواید لیسانس بخونید، میگید من میخوام برم به دانشگاه خوب، من اگر شریف قبول بشم خیلی خوبه، یه کاری نداره که توی شریف کی چی درس میده. اما میگید مثلا من اگر شریف قبول شم بهتر از اینه که مثلا تا دانشگاه کاشان قبول شم مثلا، چون توی لیسانس اون کیفیت کلیه مهمه، متوسط کیفیت آدم. اما توی تحقیق و پژوهش خیلی محدود میشه به گروه های پژوهشی، مثلا این گروه خوبه یا نه. مثلا ممکنه این دانشگاه خیلی اسم و رسم داری باشه، ولی یه گروه پژوهشیش مثلا خوب نباشه. یعنی مثلا توی دانشگاه شهید بهشتی همیشه ما معروف بودیم که گروه گرانش و کیهانشناسیمون خیلی خوبه، از اون خب ما اصلا هیچ موقع گروه فیزیک زیستی نداشتیم. برای همین اگر یکی میخواد بیاد توی بهشتی چون دانشکده خوبیه ولی میخواد تو مسئله زیستی کار کنه، خب گول خورده. واسه همینه که شما باید نگاه کنید به گروه ها و شخص استاد راهنما. ممکنه توی دانشگاه در پیتی گاهی وقتا به یه دلیلی یه استاد خبره یه گروه خوبی تشکیل داده و داره کار میکنه. برای همین راه درستش اینه که شما بگردید آدم و گروه مناسب رو پیدا کنید تا دانشگاه. سوال بعدی اینه که علم شبکه به بلوغی رسیده که بخواد استفاده کاربردی تو صنعت داشته باشه و ارزش آفرین باشه؟ بکنم این پاسخشو گفتین. به نظر من که رسیده و کاربرد داره، من استفاده دارن میکنن شاید. بله. توی این رشته کاربرد از علوم دیپ لرنینگ و ماشین لرنینگ باید اهمیت زیادی داشته باشه. آیا بهشون اشاره میشه؟ سوالشون اینه. معلومه یک کاری که من میکنم خیلی سمت ریاضی و مدل سازیه، ولی شما یک میتونید اینجوری بگم، میتونید از ماشین لرنینگ و این تکنیک ها استفاده کنید برای حل یک مسئله ای که دارید. یعنی از این بالاخره ماشین لرنینگ یه ابزار دیگه ها، میتونه از این ابزار استفاده کنه برای حل یک مسئله در علم شبکه. مثال معروفش اینه که بهش میگن کامیونیتی دیتکشن. شما یک شبکه ای دارید، یک دیتایی دارید و میخواید یه سری ساختارهای موضعی رو توش پیدا کنید. بعد خب یک بخش زیادی از اینا میشه میره زیر مسائل ماشین لرنینگ. از این طرف داستان هم روش هایی وجود داره که از علم شبکه بهره می گیرند تا مسائل ماشین لرنینگ را بهتر کنند. یعنی دو طرف مسیر وجود داره. من هیچ کدوم این مسیر را نیستم الان. اون موقع که فوق لیسانس داشتم مسئله اینفرنس کار می کردم، ایدم این بود. من یه دیتایی دارم، ماشین لرنینگ می داختم روش، یه شبکه یه ازش می کشیدم بیرون به کمک ماشین لرنینگ، بعد ماشین لرنینگ رو میذاشتم کنار، حالا با علم شبکه این شبکه رو بررسی میکرد. ماشین لرنینگ هم جزو اون چیزایی که این روزا خیلی دیگه معروفه دیگه و هر جایی میرسن یه استفاده ازش میکنن. به نظرتون چه اشتباهات رایجی، تصورات اشتباه رایجی درباره رشتهتون تو عموم مردم جا افتاده؟ اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه که آدم فکر کنه آسون تر از بقیه گرایش فیزیکه. من یادمه که توی بهشتی ما چون گرایش فوق سیستم پیچیده رو داشتیم، یه محل فراری شده بود برای بچه هایی که دیگه دوست نداشتن فیزیک بخونه. این باز قابل درک بود. یه سری ها بودن که نه، فکر میکردن فیزیک سخته و پناه میوردن به این و این خیلی بد بود، چون همونقدر سخته که ذرات سخته، ماده چگال سخته. این تصور نباید باشه که چون به نظر میرسه با مزه تره پس آسون ترم هست. اگر شما کار جدی میخواین بکنین، به نظرم همونقدر سخته که بقیه رشته هستن، چون توی لول حرفه همه چیز مثل هم سختی خودشو داره.
اما دیگه اینکه چی خیلی رایج باشه نمیدونم راستش. به نظرتون علم شبکه توی رفتارهای اجتماعیمونم میتونه تأثیر گذار باشه؟ چیزایی رو تغییر بده توی آینده؟ قاعدتا داره تغییر میده دیگه. الان یه سری پروژه هست که ببینید، مثلا شما همتون از اینستاگرام استفاده میکنید و هیچ پولی هم بابتش نمیدید. این سوال رو میتونید بپرسید، خب اینستاگرام از کجا پول در میاره؟ جواب اینه که خب اینستاگرام تبلیغ به شما نشون میده. بعد میتونید به این بپرسید خب تبلیغ نشون بده، تلویزیون هم تبلیغ نشون میده. اما مثلا اینکه اون تبلیغی که شما تو اینستاگرامت میبینی با اون تبلیغی که دوست تو اینستاگرام میبینه فرق داره، در حالی که تلویزیون به همه چیپس و پفک نشون میده. موقع سوال این پیش میاد که اگر تبلیغی که من میبینم با دوستم فرق میکنه، از کجا فهمیده که باید یه محتوای متفاوت به من نشون بده؟ و در حقیقت یک بخش زیادی از دنیای مارکتینگ جدید بر مبنای اینجور داده هاست که از طریق مختلف از افراد جمع میشه و بعد ازش استفاده میکنن، جوری که یک عالم مستند هست که مثلا میدونن این آدم با احتمال زیادی داره از همسرش جدا میشه، پس احتمال زیاد به زودی به وکیل نیاز داره، واسه ما تبلیغ اون وکیل رو بهش نشون میدیم و هم وکیل خوشحاله، همین آدمه، همین وسط ما برد کردیم و خیلی چیزهای دیگه. مثلا آیا ما توی انتخابات میتونیم روند بردن یا باختن یه حزبی رو پیدا کنیم؟ جواب اینه که بله. یا در توی شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر آیا ما میتونیم یه جریانی رو راه بندازیم، هو بکشیم بدون اینکه آدم واقعی پشتش باشه؟ بله میشه و این کار رو انجام میشه، خصوصا فضاهای ملتهبی مثل توییتر ایران، مثل توییتر توی آمریکا. یک عالم کارهای مهندسی داره میشه که بخش زیادش مبنای علم شبکه داره. یا حتی جاهای دیگه میتونید توی رفتارهای کشورها با هم علم شبکه رو نگاه کنید و یک عالم مسائلی هستن که زیر پرچم فیزیک اجتماعی یا فیزیک یا کامپیوتیشنال سوشال ساینس این روزا دارن معروف میشن، و اینکه علم شبکه به کمک مسائل جامعه شناختی میره و یه سری چیزها رو مدل میکنه، پیش بینی میکنه. بله بله، اینجوری میتونه کاربرد داشته باشه. یادم چند سال پیش یک مدل سازی بود از اینکه توی جامعه چطور میشه به هم اعتماد کرد. یک دسته از آدمایی بودن که خیلی راحت اعتماد میکردن، اونا گذاشته بود به اسم ساده. بخش بخش متفاوت آدم رو به بخش بخش تقسیم کرده بود بر حسب اعتمادی که میکنه و خیلی چیز جالبی بود. چند بارم توشون شرکت کرده بودم و بالا پایین کرده بودم، خیلی جالب بود. فکر کنم یه همچین کارهایی رو خیلی خوبتر بتونه انجام بده این علم شبکه. من فکر میکنم دکتر سدلایی اصلا یه شبیه سازی خیلی بامزه از این مسئله داشت روی سایتش که تو فارسی هم بود، چون تونستی تست کنم. فکر کنم همون بود. آره آره طيب. یکی از دوستانمون هم سوال پرسیدن که به نظرتون از چه سمتی وارد شدن باعث میشه دید بهتری داشت، مثلا ریاضی بخونیم یا فیزیک یا کامپیوتر؟ ببینید این سوالو من نمیتونم جواب بدم چون من فیزیک خوندم اومدم. بعد پسرمه خیلی نوع نگاه هم به مسائل همیشه نگاه فیزیکی هست. از اون طرف مثلا دوستایی دارم که از رشته‌های دیگه اومدن و همه اون در کنار هم خوب و خوش و خرمیم، به شرطی که شما اون چیزایی که باید بلد باشید و بلد بشید. میدونید جواب اینه که مهم نیست از کجا میاد، مهم اینه که اون چیزایی که نیاز رو یاد بگیرید. ماهایی که فیزیک خوندیم یه حد متوسطی هستیم که به نظرم بامزه است. یعنی ما بچه هایی که ریاضی خوندن خیلی دقیقند و خیلی به اثبات های خط به خط معتقدند چون فرهنگشون اینه. از این طرف ما توی فیزیک یاد میگیریم که خوب تقریب بزنیم، تصورات مبتنی بر شهود داشته باشیم،
یه فرهنگی هست توی فیزیک که یه فرهنگ نرمیه که شما میتونید برید سمت ریاضی، سمت محاسباتی، سمت حتی کارهای خیلی. من اینو از فیزیک دوست دارم که شما توی فیزیک تجربه داری چیز ارزشمندیه. ما توی فیزیک آزمایشگاه های ارزون قیمت داریم، یعنی شما میتونید یا آهنی رو بردارید ببرید داغ کنید ببینید چی میشه، بذاریدش تو میدان مغناطیسی ببینید چی میشه، اما نمیتونید یه دفعه بگید من میخوام بازار بورس رو بردارم یه شوک این مدلی بدم ببینم چی میشه. خب خیلی آدم بدبخت میشن، میرزن تو خیابون انقلاب میکنن پدرتو در. این آزمایشگاه هایی که ما توی فیزیک داریم خیلی آزمایشگاه ارزون قیمتی هست به نسبت و قابل کنترل. برای همین اگر ما توی فیزیک بتونیم یه سری پدیده ها رو خوب درک کنیم، اون موقع این درکی که به این ارزونی، حالا اون ارزونی که میگم قدم ارزونی است، ولی این درکی که میشه اینجا از طبیعت گرفت میتونه بقیه جاها به همون کمک کنه. برای همین فیزیک هیجان انگیزه از این نظر، ولی اونقدر هم مهم نیست که شما از کجا شروع کنید، مهم اینه که به کجا برسید. بعد سوالم فکر کنم تموم شد و یه سوال آخر دارم که از انتخابتون راضی هستین؟ از اینکه از این روش اومدین به این رشته و کلن؟ راستش من کلن آدم راضی هستم و جواب این سوال هم چون بلد نیستم، به این خاطر که من همیشه دوست داشتم که فیزیک بخونم، موفق شدم که فیزیک خوندم و بعد دوست داشتم بیام این سمتی، اومدم این سمتی، الان دقیقا دارم کاریو میکنم که خیلی دوست دارم، برای همین خب راضیم. اما از اون طرف تجربه هایی هیچ موقع تو زندگیم نداشتم که بتونم مقایسه کنم. مثلا من هیچ موقع نتونستم به طور حرفه‌ای سینما رو دنبال کنم یا هیچ موقع به طور حرفه‌ای ساز نزدم، برای همین نمیدونم که اگر میرفتم اون سمتی چی میشد. من یک سری گزینه‌های خیلی محدودی داشتم و بین اون محدودها خیلی راضیم و این رضایتم ممکن است ربطی به علم نداشته باشه و به نظرم سوال خیلی سختیه برای جواب دادن. شخصا خوشحالم، اما اینکه آیا این بهترین چیزیه که میتونست گیرم بیاد یا نه رو نمیدونم، یعنی که میتونستم یه جای دیگه موفق تر باشم یا نباشم هم نمیدونم. یه سوال دیگه دوستانم پرسیدن که میشه بپرسیم علم شبکه چه تأثیری در مهار شیوع بیماری مثل کرونا داره؟ اینو که جواب دادیم. و یه سوال دیگه هم که همچنین راههای تحلیل علم شبکه چطوریه؟ چی چطوریه؟ راههای تحلیل علم شبکه مثل اینه که بگید راههای تحلیل فیزیک چه شکلی. شما میاد یه سری درس برمیدارید به اسم درس هایی به اسم علم شبکه 1-2 مقدماتی پیشرفته، بعد یاد میگیرید که تحلیلش چجوریه. ولی به طور کلی تکنیک هایی که تو علم شبکه هست بخش زیادیش از فیزیک آماری میاد، از دل نظریه گراف میاد، از دل فیزیک محاسباتی میاد، از دل یه سری مسائل آماری میاد و یه بخش زیادی از این علم رو فیزیک دونا توسعه دادن، واسه همین ادبیات فیزیکی هست. برای همین بسته به اون مسئله‌ای که دارید باید تکنیک‌های مختلف یاد بگیرید. و اگر من میگم گراف تئوری مثلا نیازه، به این معنی نیست که شما حتما باید برید درس 3 واحدی نظریه گراف تو دانشکده ریاضی پاس کنید. من هیچ موقع اون کارو نکردم. باید یه درس شبکه پاس کنید. تعداد زیادیش درس شبکه و کتاب شبکه است. تو این کتاب باراباشی اخیراً ترجمه فارسیش هم اومده و توی سایتش به صورت آنلاین در دسترس رایگان میتونید بردارید ورق بزنید. و به نظرم راهش هم همینه. اگر شما میخواید ببینید یه گرایشی رو دوست دارید یا نه، باید تجربهش کنید. اگر میخواید ببینید از یه آدم خوشتون میاد یا نه، باید یه مدتی باش سر و کله بزنید. نه، علم هم همینطوره. دوست دارید ببینید فیزیک ذرات بنیادی چجوره، برید دست کم یه دونه کورس ازش بردارید پاس کنید. اگر شما الان رشتهتون فیزیکه، به این فکر کنید که وقتی دبیرستانی بودید چجوری فهمیدید فیزیک خوبه. یه عده‌ای هستن که جوگیر میشن این چفت و پرتای مستندا رو، هیجان انگیزا رو میبینن، یه عده‌ای بلند میشن میرن آسمون کویر و این حرفا رو میبینن. اینا راههای بدشه. راههای خوبش اینه که شما یه بار کتاب فیزیک هالیدی تو دبیرستان برداری بخونی،
ببینی حال میکنی باشی یا نه، ببینی دوست داریش یا نه، بری با 4 نفری که لیسانس فیزیک، فوق لیسانس فیزیک، دکترای فیزیک گرفتن، بشینی با اینا حرف بزنی، ببینی با اینا حال میکنی یا نه. این راهشه. و اینا همیشه حواستون باشه که علم یه مسئله اجتماعیه. این که شما با اون آدمایی که مشغول این رشته اصلا حال میکنید یعنی چیز مهمیه. مثلا من با مهندسا حال نمیکردم هیچ موقع، هنوزم حال نمیکنم، چون مدل زندگی من این توهین نیست، این به معنیه که من مدل فکر کردنم و مدل مسائلم مربوط به مسائل فیزیکی هست. همونطور که دوستای مهندسم وقتی با من راجع به مسائل علمی حرف میزنم میگن برو بابا، این نشون دهنده یه ذائقه است، یه طعمیه که شما این پیتزا رو بیشتر دوست دارید یا اون پیتزا رو، و اینو کی میفهمید؟ وقتی که اون پیتزا رو خورده باشید. برای همین و متاسفانه همینم بهاش زیاده دیگه، باید وقت و انرژی زیادی بذارید ببینید چی دوست دارید. یکی از دوستان پرسیدن علم شبکه و نوروساینس در آینده به چه صورت می‌بینید؟ من آیندهشو نمیدونم، کنونشم نمیدونم راستش، چون کارم این نیست، ولی به طور جدی نوروساینس متأثر از علم شبکه، از اون طرف علم شبکه هم تاثیر داره از گرفته از اون. یک حوزه‌ای هست به اسم نتورک نوروساینس و توش استفاده میشه از ابسون. ایده اینه که مغز مثل یه مدار الکتریکیه که مدار ساده نیست، در حقیقت یه شبکه پیچیده است که اون نودهاش نورون‌ها هستن، سلول‌های عصبی هستن و اینا از طریق فرایندهای الکتروشیمیایی میتونن به هم پالس بفرستن و حالا این شبکه عجیب و غریب ازش یک خروجی هایی میاد که آیا مثلا سوال اینه، اگر شما این ساختار رو خوب مطالعه کنید میتونید عمل کرده مغز رو توصیف کنید یا عمل کرده مغز تحت شرایطی رو توصیف کنید یا چی؟ مثلا شما راجع بیماری پارکینسون یا یه چیز این شکلی اگر شما نگاه کنید به شبکه مغز آیا فرق خاصی میبینید با مغزی که سالمه؟ برای همین به شدت تحت تاثیر. اما روش های هم وجود داره توی علم اعصاب، نوروساینس، علوم اعصاب که میتونن مستقل از شبکه ها باشن، میتونن روش های دیگه ای داشته باشن. یکی از دوستانم پرسیدن که میشه بپرسیدین که برای پایان‌نامه چه موضوعی کاربردی تره؟ یعنی میشه بیشتر روش کار کرد برای ارشد؟ اون موضوعی که استاد راهنماتون بلده. جواب این سوال ها واقعا این شکلیه، شما همیشه باید ببینید دارید با کی کار میکنید و هر آدمی یه دانش محدودی داره و اگر اون آدم نتونه شما رو خوب راهنمایی کنه دخلتون اومده بدون تعارف. واسه همینه که هر مسئله رو نمیتونید بردارید حل کنید، حتی اگر هات تاپیک باشه ولی استاد راهنماتون بلد نباشه خیلی مشکل میخورید. واسه همین باید ببینید اون استادی که میتونید باش کار کنید چیه، چی بلده، چی کارا کرده و میتونه چی کارا کنه، چون استاد راهنما فرقش با شما اینه که اون اشتباه‌های بیشتری کرده و راه‌های بیشتری رفته توی یه حوزه‌ای که شما تا حالا توش نیومدی. برای همین به شما میگه که احتمالاً از اینجا بری میفتی تو چاه، مثلا از این ور برو، از تو سایه برو. برای استاد راهنما اینه، نه اینکه استاد راهنما هم تای مسئله رو میدونه، علم مثلا اینجوری کار نمی‌کنه، ولی حداقل بهتون میتونه بگه کجا چاله است، کجا چاهه. برای همین خیلی خوبه که برید اون جایی که استاد راهنماتون میدونه. بعضی استاد راهنمایی که بیا روی مسئله کار میکنیم خیلی هم خوبه، بعضیشون زورشون میرسه ولی عموما زورشون نمیرسه و دانششون زیر له میشه. یعنی همه جای دنیا هم هست، فقط مسئله ایران نیست. یکی از دوستان این پرسیدن چطوری مسائل این علم رو پیدا میکنید؟ یعنی مؤلفه های اصلی سیستم های پیچیده چیه؟ میشه با کلمات یا موسیقی به این دید نگاه کرد و بررسیش کرد؟ نه، باید کلن اینجوری که شما یه سوال براتون پیش میاد، مثل اینه که شما یه جعبه یکی بهتون داده بعد میخواید این توش چیه. راه های مختلفی داری، یه راهش اینه که تق میزنید زمین اگه شکست باز میکنه توش رو میبینید، یه راهش اینه که انبردست و چه میدونم پیش گوشتی برمیدارید، هزار راه وجود داره. یه موقع هم یکی میرسه میگه آقا نه اصلا این کار رو نکنید، دست کنید مثلا ایکس ری توش رو میبینید. اینجور مسائل هم همینه، باید شما این مسئله چیه و دو تجربه اون مسئله ای که داری یه راه حل پیدا کنی. این شکلی نیست که من خیلی کلی بگم میشه چیکار کرد، اصلا معنی نداره. باید ببینید سوالتون چیه، با توجه به اون سوال راه حل معقول پیدا کنید، اون موقع این میشه علم، میشه روش علمی. یکی از دوستانمون هم پرسیدن آیا میتوان
از آن کرد که بزرگترین سوالی که در علم شبکه وجود داره پاسخ به سوال معروف ریاضی پی در مقابل ان پی است. بهم میگم من اونقدر آدم قد بلندی نیستم توی علم که راجع به این چیزا بتونم حرف بزنم، خیلی آدم خبره ای میخواد، ولی به طور کلی میتونم بگم که هر کسی میگه مهمترین سوال توی یه فیلد چیه، جوابم اینه که من نمیدونم راستش، یعنی هر چی بگم یه جوری خودم رو خراب کردم. چون مثلا ما توی فیزیک یا ریاضی یه سری اوپن پرابلم داری، سوال خیلی جدی، مثلا این مفهوم پیکان زمان چیه؟ خب حالا این سوال بنیادیه که آدم ها توی سنهای مختلف، سن منظورم سنی که داری فیزیک میکنی، جور مختلفی میفهمنش. برای همین حتی اون سوال بنیادی هم برای بعضی از آدم ها ممکن اصلا بنیادی نباشه، برایشون میتونه سوال متفاوت داشته باشه. بعد خب این مسائل مثل NP، این مسائل مربوط به این پیچیدگی محاسبات، اینها هم خب سوال جدی ریاضی هم، سوال حل نشده ریاضی هم، مثل خیلی چیزهای دیگه. آیا حل اون و فهمیدن اون مسئله کمک جدی به علم شبکه میکنه؟ نه نمیدونیم. سوال جدی تر اینه که علم شبکه چی هست که بخواد چی بهش خیلی کمک کنه. اصلا شما میگه کوانتوم کامپیوتر داشته باشه، علم شبکه متحول میشه؟ جواب اینه نمیدونه. نمیدونیم یعنی نه اینکه مشکل من باشه، مشکل اینه که متری وجود نداره که بگیم اگر این بهتر شد اون موقع این بهتر میشه. ما میدونیم که سوالای جدی وجود داره، ولی نمیدونیم حتی کدوم از کدوم مهمتره، چون خیلی وقت وقتی یه مسئله حل میشه خود به خود یه چیزایی رو تو مسیر حلش میفهمیم که به خیلی از کارا کمک میکنه. اما اینجور سوالا سوالای فقط چیزه، تاک شو هیجان انگیز و تد تاک و این چیزایی که میخوان یکی یه چیزی بهتون قالب کنه، سوالای علم سوالای زمخت و اینجوری هم. خیلی ممنون، زمان لایومون هم که رو به اتمامه. اگه دوستان سوال دارن باز بگن و این لایومون هم ذخیره خواهد شد. خیلی ممنون از شما خواهش کنم، پذیرفتین تو این لایو همراه ما باشین و به سوالای ما جواب بدین. خواهش کنم، من یکم تبلیغ کنم فقط واسه این گرایش و این رشته. آره حتما، چون چیز با مزه من کاری انجام دم دوست دارم، واسه همین چه تو سایت سیدپور یا همین صفحه اینستاگرام ما اگر نگاه کنید، من چند تا ویدیوهای مفصل دارم که توش پاورپوینت دیگه رسما اسلایده، میتونید اونجا با جزئیات بیشتر ببینید. همینطور مثلا ما تابستون پارسال با آدمهای مختلفی که گرایش های مختلف فیزیک میخونن تو مقطع ارشد، دکترا و تحصیلات تکمیلی مصاحبه داشتیم، واسه همین گوش دادن به اون مصاحبه ها بهتون کمک میکنه که کدوم گرایش براتون بهتره و بعد ببینید هر گرایشی در عمل چه شکلیه. و باز میتونید اونجا مثلا موضوعات مختلف سیستم پیچیده رو ببینید. و اگر کسی اینجا هست که علاقه منده که جزئیات بیشتری راجبه این کارهای من بدونه، این که مثلا این چجوری میشه این حد ایمنی جمعی رو پیدا کردین ها، مهدانه هفته دیگه یه سخنرانی فنی دارم توی دانشگاه شریف که احتمالا تبلیغش رو بذارم توی همین سیدپور، یا اینکه کانال تلگرام سیستم های پیچیده رو میتونید دنبال کنید اونجا و اخبار رو مطلع بشید. در نهایت بهتون میتونم دو تا پیشنهاد جدی کنم، یکی اینکه قدر زندگی رو بدونید و سعی کنید ازش لذت ببرید. برای همین اگر دارید یه چیزی رو یاد میگیرید و اذیتتون میکنه، بگردید دلیلش رو پیدا کنید، چون این اون موقع میتونه مسیر یادگیری رو براتون آسان تر کنه. و فراموش نکنید مسیر یادگیری مسیر کندیه، خیلی وقتا توی خواب انجام میشه، یعنی شما به یک چیزی فکر میکنید بعد میخوابید و صبح بیدار میشه درکتون عوض میشه چون مغزتون مدام بهش مشغوله. برای همین توی دوره لیسانس خیلی خوبه که آدم ها به مسائل جدی فکر کنند، خیلی خوبه که آدم ها کپی نکنن تمرین ها رو، نه اینکه من نکردم، منم توی مقاطعی جواب بقیه رو کپی کردم تحویل دادم، ولی اینا چیزایی نیست که بهش افتخار کنم و چیزایی که ضررش رو میبینید وقتی وارد زندگی حرفه‌ای میشه توی علم. چون اگر مغز شما شروع نکنه و رفتن به یه مسئله یا تمرین نکنه، وقتی شما مسئله بزرگ بهتون میدن نمیتونید زیر بارش کمر راست کنید. خلاصه اگر خیلی دوست دارید که وارد دنیای حرفه‌ای علم بشید،
باید همیشه تو ذهنتون باشه که من مسیر سختی میخوام برم، ولی این مسیر رو دوست دارم، برای همین باید بهاشو پرداخت کنم. و بهاش هم توی مقطع لیسانس اینه که وقت زیادی بذارید برای یاد گرفتن و بعد کم کم یاد بگیرید سوالای خوب بپرسید. و اینکه حالا سوال خوب چجور باید پرسیدم خودش داستان داره که هنوز برای منم بازه. ما یه بار با دکتر یاسر رودی توی سیدپور راجع به این مسئله حرف زدیم، ویدیوش هست توی صفحه اینستاگراممون یا یوتیوب، اونو ببینید. باز اگر کسی سوالی داشت میتونه به من ایمیل بزنه، پیدا کردن ایمیل منم آسونه. اگه اسم منو سرچ کنید تهش یه سیستم پیچیده هم بزنید، احتمالاً کمن آدمایی که اسمشون عباس و سیستم پیچیده کار میکنن، واسه همین راحت پیدا میشه. یکی از دوستانم یه سوال پرسیدن که توی این مسیر که رفتین، برای خودم هم البته جالب این سوال، توی این مسیر که رفتین همیشه انگیزه و علاقه تداوم داشت یا تحت جبر اولیه که انتخاب کردین ادامه دادی؟ راستش من همیشه دوست داشتم. من خیلی آدم زمختی هم که اگه کاری رو دوست نداشته باشم انجام نمیدم، و این شاید جای بد باشه. یعنی یه جایی من کارایی رو نکردم چون من هنوزم تو مسیر علمی، مگر از یه استاد خوشم نیاد باشه یا سلام علیک نمی کنم، و این چیز بدی هم میتونه باشه. ولی خب یه جاهایی میتونست رو سرعتم اثر گذاشته باشه دیگه. نه مثلا یه جایی شما خیلی انگیزه دارید، بعد یه جایی واقعا ناامید میشید، خصوصا توی دوره دکترا. یه زمانایی میخواید زمین و زمانو به هم چی میگن، زمینو یه چیزی و یه چیزی رو به هم بدوزید، خیلی انرژی دارید، خیلی فکر میکنید میتونید یه مسئله رو حل کنید، ذوق دارید، بعد دو هفته بعدش به بنبست میخورید، اعصابتون خرد میشه، کدتون باگ داره، باگشو پیدا نمیکنید، گیج میشید. واسه همین یه مسیر اینجوریه. ولی اگر ته کار شب که میرید خونه اینجوری باشید که باشه حل میشه و اصلا من اومدم که این بالا و پایین رو داشته باشم، اون موقع این مسیر خوب پیش میره. ولی به طور کلی یک چیزی که به نظر من آدم راجع بهش صحبت نمی کنن اینه که استرس توی دنیای علم خیلی زیاده. من تعداد زیادی دوست اینجا میشناسم توی همکارهای خودم که دارن دکترا میخونن، افسردگی های خیلی جدی میگیرن توی دوره دکترا. دانشکده ما به طور خاص، یعنی خود دانشکده یه دونه روانشناس استخدام کرده فقط واسه بچهای دکترا، چون آدما فشار حرفه‌ای روشون زیاده و بخش زیادی از علم هم قماره. قمار به این معنا که شما یه مسئله رو برمی‌داری فکر می‌کنی حل میشه توی 3 ماه، این 3 ماه تبدیل میشه به 2 سال و بعد تمام برنامه ریزیات به هم میخوره، بعد رو فشار میاد. و اینکه شما سنتون از 25 که میگذره چالش‌های زندگی واقعی رو بیشتر حس می‌کنی و هزار تا چیز دیگه. همین خاطر که باید براش آماده باشید، باید براش برنامه ریزی کنید. من یه چیز ساده میگم، بعضی ها میخندن، اینه که یه سری دانشجوی دکترا هستن که میان خارج، اینا تو عمرشون یه بار غذا درست نکرده، بعد زندگی دکتراشون شروع میشه همینطوری. دکترا سخت است، غذا هم بلد نیستن بپزن، سخت‌ترم میشه. به همین خاطر که باید خیلی چیزها رو همزمان با هم یاد بگیرید. درسته، بله. خب این لایو قرار است ذخیره بشه، دوستان باز پیج شما هم تگ میکنیم، دوستان که پیجتون رو میخواستن هم داشته باشن پیجتون رو. خیلی ممنونم ازتون، باز حرفی سخن آخری داشته باشین در خدمتیم. امیدوارم حالتون خوب باشه، میدونم شرایط خیلی سختیه خصوصا کسایی که تو ایران هستن. واقعا شاید سال 91 من فیزیکو شروع میکردم، شرایط کشور اونقدر بهتر نبود، ولی حداقل بچه‌ها خیلی امیدوارتر بودن. من الان توی توییتر میبینم که یکی اومده گفت آقا من به فلانی پول دادم که تمرینامو بنویسه، ولی ننوشته، بعد اومده بهش فوش داده، بعد یکی اومده گفت آقا فلانی تو خودت کارت خلاف بوده، بعد یه عده آدم اومدن گفتن که برو بابا این چیزا مهم نیست، کپی کن فلان کن. ببینید شرایط سخته، ولی وجود این چیزها و اینکه قبح این مدل کارها ریخته، این خیلی چیز بدیه. برای همه من کاملا متوجهم که خیلی از شماهایی که دارید این برنامه رو میبینید ممکنه یه عالم فشار زندگی روتون باشه، ولی همیشه راه درست سخته و توی ایران سخت‌تره و توی این دوره زمونه خیلی خیلی سخته. برای همین براتون آرزو میکنم که اگر فیزیکو دوست داشتید یا اگر مشغول این هستید،
ته دلتون خودتون رو امیدوار نگه دارید و با آدم هایی که از این کار لذت میبرن دوست بشید. داشتن دوستی که همدل باشه با شما خیلی مهمه. داشتن دوستی که علم و دوست داره، شما میتونید باش حرف بزنید، این مهمه، این شما رو زنده دل نگه میداره. وگرنه که حرفای روزمره که چیزی جز درد و غم و این چیزها توش نیست و بهترم نمیشه تا 4 سال 5 سال آینده. برای همین اگر علم و دوست دارید باید خیلی مطمئن باشید به خودتون که یه عالم سختی رو میتونید پشت سر بذارید. و خیلی از مشکلات هم با خارج اومدن حل نمیشه. اینو من خیلی جدی میگم که خارج اومدن خیلی چیزا رو حل میکنه، ولی یک سری مشکلات که خیلی وقتا بنیادی هم هست و حل نمیکنه. اگر شما یاد نگرفته باشید که خوشحال زندگی کنید، احتمالاً خارج هم به این راحتی نمیتونید خوشحال زندگی کنید، توی علم یا توی زندگی شخصی. خیلی ممنون، خیلی مفید و پربار بود لایوتون، خیلی ممنون. خوش بگذره جمعه، به همگی خوش بگذره. ممنون، مرسی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.